به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد بسم الله الرحمن الرحیم من معصومه خاوری هستم استاد مضمون بیولوژی شما که از طریق رسانه مکتب هادی مهمان خانه های شما هستم شاگردای خوب و عزیز ما شما می توانید از طریق شماره ای که برای شما می خانم. از تلگرام واتساپ آپارات و یوتیوب با ما به تماس شوید اگر کدام سوالی برای شما پیش بیاید اگر کدام جایی درس را متوجه نشدید و یا کار خانگی ما برای شما دادیم که شما برای ما خواستید بفرستید تا ببینین چطور جواب دادین از طریق این شماره ای که برای شما میخوانم شما با ما به تماس میشوید خب شماره را یادداشت کنید شاگردای خوب 0964 780 255 40 این شماره ای هست که شما عزیزان می توانید با ما به تماس شوید خب شاگردای خوب و عزیز من امسال اولین سالی هست که شما عزیزان یک کتاب جدید دارید یک کتابی به نام بیولوژی خب شما خوب می دانید هر کتاب جدیدی رو که شما مطالعه بکنید پنجره ای هست رو به یک دنیای جدید که شما دانستانی های زیادی رو از اونجا یاد میگیرید خب بیولوژی چه کتابی هست یا به عبارتی ما از این کتاب چه چی چیزایی رو یاد میگیریم در ابتدای اولین جلسه ما که امروز میخواییم با هم انشاءالله به لطف خدا شروع کنیم بیولوژی رو برای شما عزیزان معنی میکنم من بیولوژی به معنای علمی هست که به مطالعه موجودات زنده اطراف ما میپردازد و این موجودات را برای ما معرفی می کند که این موجودات چه موجوداتی هستند در چه محیطی زندگی میکنند و چگونه رشد میکنند و چیزهایی که مربوط به یک موجود زنده هست رو ما و شما با همدیگه میخوانیم و مطالعه میکنیم خب عزیزان من درس اول ما امروز در رابطه با کشف حجره هستش شما در سالهای گذشته با حجره آشنا شدیم و میدانید که موجودات زنده به موجودی گفته می شه که رشد بکند، تقضیه کند، تولید مثل انجام بدهد یا به عبارت تکسر قدرت تکسر داشته باشد و نسبت به محیط اطراف خودش پاسخ بدهد اکسل عملهای مناسبی را از خودش نشان بدهد این چیزهایی هست که تا شما در مضمون ساینس خود شما تا به سنف شش خواندید اما در بیولوژی یک قدری بیشتر میخوایم این موجود را بیشتر میشناسیم در ابتدا در جلسه اول ما میخواهیم حجره را بشناسیم ببینیم حجره چی هست چه کسی حجره را برای ما کشف کرده چگونه این حجره کشف شده و با حجره و تاریخچه کشف آن آشنا شویم <applause> دانشمندی به نام رابرت هوک در سال 1665 حجره کشف شد خب شما عزیزان میدانید بچه های خوب من که حجره با چشم دیده نمیشه این حجره رو وقتی که این دانشمند ما کشف کرد حتما قبل از کشف ای حجره یک آله یا یک وسیله ای را اختراع شده بوده که به کمک او حجره را دیده ها جالب اینجاست که ایرم برای شما بگم بچه های خوب من که همین رابرت هوک کی هستش خودش کسی هست که مایکروسکوپ را کشف میکنه یعنی رابرت هوک کاشف مایکروسکوپ هست خب باز برای شما توضیح میدم که مایکروسکوپ چه وسیله ای هست و چگونه مایکروسکوپ کشف شد. رابرتوک دانشمندی بود که برای شما گفتم در سال 1665 حجره را کشف میکنه. تصویری که مایکرو... رابرتوک در زیر مایکروسکوپ میبینه تصویر حجره کارک هستش. کارک یک حجره در حجره مرده داره یعنی یک بخشی هست که از گیاه جدا شده. و دیگه زنده به حساب نمیاد اما چیزی که برای رابرت هوک اینجا اهمیت داشت این بود که تصویر خانه لانه 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 اتاقک اتاقک را در زیر مایکروسکوپ دید و نام حجره را برای از این تصویر خودش اطلاق قرار داد و به عبارتی به این وسیله به این طریق حجره کشف شد بعد از این کشف بزرگی که رابرت هوک انجام داد زمینه را برای فعالیت سایر دانشمندان دیگه فراهم کرد. به طوری که یکی از مهمترین نظریه هایی که در علم بیولوژی تا به امروز معتبر هست و زمینه تحقیقات زیاد فراهم کرده همین نظریه حجروی هست. نظریه حجروی نتیجه تحقیقات یک دانشمند نیست. هر کدام از دانشمندانی را که معرفی برای شما می در یک زمینه تخصص داشتن در یک زمینه تحقیق کردن و به یک نتیجه رسیدن و در آخر نظریه و تحقیقات خودشون را جمع کردن و تحت عنوان نظریه حجروی در اختیار ما و شما قرار دادن خب این نظریه حجروی چی به ما میخواد بگه؟ این نظریه حجروی چی چیزایی را کشف کرده؟ و چه کسانی در این راه زحمات زیادی را کشیده است؟ نظریه حجروی توسط سه تا دانشمند معروف عنوان شده است ارکان نظریه حجروی شاگردان خوب من شما می‌دانید ارکان به معنای پایه و اساسه پایه و اساس هر چیزی به معنای ارکان که م... م... یا رکن گفته میشه که ما اینا رو الان برای شما میگیم ارکان نظریه حجراوی سه قسمت داره قسمت اول برای ما چی میگه؟ برای ما میگه که پیکری تمامی موجودات زنده از حجره ساخته شده پیکر تمام موجودات زنده از حجره ساخته شده این موجود زنده ما خواه یک تک حجروی باشه مانند یک بکتریا که تمام بدنش همو یک حجره هست میخوادم یک جاندار پرهجروی پر باشه مثل انسان، مثل نبات، مثل حیوانات تمام این موجودات پیکرش از یک پایه و اساس یک چیز به نام حجره ساخته شده دومین چیزی که در ارکان نظریه حجروی برای ما میگه دانشمندان ما این هست که هر حجره هر حجره از حجره قبلی به وجود می آید یک حجره تقسیم می شه به دو حجره هر حجره از تقسیم شدن حجره قبل به وجود آمده خب این چیز ساده ای به نظر می رسه ما و شما اما در زمان دانشمندانی که زحمت می کشیدن یافته ای بوده که خیلی زحمات زیادی کشیده شده و اون رو باید به اثبات میرسانده چون قبل از این نظریه خوبه که جا داره من اینجا یک اشاره بکنم که در مضمون بیولوژی گفته نشده اما اینه که قبل از این نظریه حجروی یک نظریه دیگه مطرح بوده به نام نظریه خلق و ساعه به نام نظریه خلق و ساعت. یعنی میگه چی؟ میگه هر چیزی که از بین بره یک چیز دیگر رو به وجود میاره یعنی موجودات زنده از غیر زنده ها به وجود آمده که بعد از مطرح شدن نظریه حجروی این نظریه رد میشه و به ما میگه که هر حجره فقط از تقسیم شدن حجره قبلی خودش به وجود آمده سومین رکن حجره به ما چی میگه سومین نظریه به ما میگه که حجره به عنوان کوچکترین واحد ساختمانی کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده است کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده حجره هست انشاءالله در سالهای بعد که باز بیشتر بیولوژی بخوانید متوجه میشید که تنفس، تغذیه، تکسر، رشد و نمو همه مربوط به فعالیت هایی هست که یک حجره انجام میده اگر یک حجره در بدن ما دچار اختلال و مشکل بشه و وظیفه خودش را به خوبی انجام نده تمام بدن ما دچار مشکل میشه نمیتونه به خوبی وظایف خودش انجام بده یعنی در اغلب بیماری ها در اغلب مشکلاتی که برای جسم یک موجود زنده رخ میده باید ریشه این مشکل را در یک حجره جستجو بشه خب، خیلی چیزهای خوبی رو برای ما گفته. اما اینا رو کی گفته؟ اینا رو سه دانشمند گفته. به نام دانشمند اول ما به نام شلایدن، شوان و رودلوف فیرچو. که در بعضی از کتب به نام رودلوف فیرخو گفته شده. اما یکی شلایدن شوان و رودلوفیرخو سه نفری هست که با هم یک جا نظریه حجروی را ارائه دادن و جالب اینجاست که بدانید هر سه دانشمند ما جرمنی هستند. شلایدن یک محقق هست که بر روی نباتات تحقیق می کرد شوان یک محققی هست که بر روی جانوران و حیوانات تحقیق می کرد و رودلوفیرخو بیشتر در رابطه با تقسیم حجرات تحقیقات و آزمایشات خودش را انجام می اما این همه تحقیق و این همه یافته های علمی بعد از اختراع مایکروسکوپ در اختیار بشر قرار گرفت. همین دانشمند ما رابرت هوک در قرن هفته میلادی آمد و برای ما مایکروسکوپ را اختراع کرد. این مایکروسکوپی را که مشاهده می کنید ساده ترین هست که در ابتدا توسط رابرت هوک اختراع شده. خب امروز ما و شما مایکروسکوپ رو در بخش های مختلف در لابراتوار مکتبایتان در لابراتوار ها و در مراکز تحقیقاتی شاید در فیلم ها و عکس ها دیده باشید به این تصویر نیست پیشرفت کرده دیگه اما نه در ابتدا به همین صورتی هست که ما و شما میبینیم خب مایکروسکوپ که توسط رابرتوک اختراع میشه دو نوع مایکروسکوپ ما داریم مایکروسکوپ های نوری و ماکروسکوپ های الکترونی خب این قسمت را شاگردای خوب من خوب گوش کنید چون یک کار خانگی شما مربوط به همین قسمت است که بعد از اتمام درس شما انشاالله کار, کار خانگی خودتان از طریق شماره ای که برای شما در ابتدای درس گفتم و باز هم دوباره تکرار میکنم برای ما کار خانگی خودتان ارسال بکنید از طریق شماره 2964 780 255 40 13 از طریق واتساپ، تلگرام، یوتیوب، آپارات و فیسبوک با ما به تماس باشین و کار خانگی خودتان را روان کنین. خب بچه های خوب من بر گردیم به انواع مایکروسکوپ ها ما گفتیم ما دو نوع مایکروسکوپ داریم یک مایکروسکوپ نوری و یک مایکروسکوپ الکترونی این تصویری که میبینید مربوط به مایکروسکوپ نوری هست همون جور که نامش نوری هست یعنی به وسیله نور یا نور لامپ یا نور خورشید کار می‌کنه. خب یا یک چشمی هست و یا دو چشمی هست این دو چشمی ها پیشرفته تر از یک چشمی هست و نمونه یا سلاید را که ما در زیر میکروسکوپ میگذاریم و میبینیم معمولا این دو چشمی ها برای ما تصویرهای قشنگتر و روشنتر و واضحتری را به ما پس میده در میکروسکوپ نوری اول که یک چشمی هست که شما در تصویر میبینید در بالا ما یک جای دوربین داریم یک قسمت هست که به اون عدسی چشمی یا اکولر گفته میشه که ما از بالا باید یک چشم خود رو بسته کنیم و با یک چشم خودمون ببینیم خب از اجزای این مایکروسکوپ آشنا میشیم که در آخر باز هم یادآوری میکنم کار خانگی شما هم تصویر یک مایکروسکوپ هستش علاوه بر عدسی اکولر که در بالا هست ما سه تا عدسی دیگه در قسمت پایین ترش هم داریم به نام عدسی شیعی یا ابجکتیف این عدسی ها برای ما چه کار میکنن؟ برای ما تصویر یا عکس نمونه ای رو که ما در زیر میکروسکوپ گذاشتیم بزرگ میکنه. یعنی هر میکروسکوپی میکروس... قدرت بزرگ نمایی متفاوتی داره هرچی قدرت بزرگ بیشتر باشه تصویر برای ما واضح تره مایکروسکوپ های نوری میتوانه تصویر را یک هزار تا دو هزار برابر برای ما کلانتر و بزرگتر نشان بدهد ولی میکروسکوپ های الکترونی تصاویر را برای ما 250 هزار بار بزرگ میکند شما فکر کنین که چقدر اون میکروسکوپ ها قوی تر دقیق تر و پیشرفته تر و حتما پیچیده تر هم هست خب پس ما عدسی یا ابجکتیو داریم یک قسمت به نام استیج داریم که نمونه بر روی استیج قرار میگیره توسط دو تا گیره فکس و ثابت میشه که تکان نخوره قسمت زیر اون عدسی یا قسمت زیر همین استیج ما منبع نور هست که از پایین نور میتابه به سلاید یا نمونه ما که این نور میتونه نور جریان برق باشه یا میتواند نور خورشید باشه مایکروسکوپ ها از طریق بدنه ای که داره یک دسته و یا بدنه ای که داره ما مایکروسکوپ را جابجا میکنیم خب این مایکروسکوپ دیگه مایکروسکوپ نوری از نوع دو چشمی هست که از بالا دو تا عدسی اکولر یا چشمی داره ما بقیش هیچ فرقی با مایکروسکوپ یک چشمی نداره فقط در تعداد عدسی های اکولر یا همین عدسی چشمی هستش معمولا کار کردن با این مایکروسکوپ ها به مراتب بسیار راحت تر از این میکروسکوپ ها هستش این میکروسکوپ ها ساده تر و این میکروسکوپ ها یک قدرت بزرگ نمایی بهتر و قدرت تنظیمی بهتری داره پیچی در بدنش هست از این پیچ که ما تصویر رو برای خودمون واضح میکنیم و پیچ دیگری هست که استیج رو بالا و پایین میبریم وقتی ما نمونه رو در زیر میکروسکوپ قرار میدیم در ابتدا پیچ رو خوب میچرخانیم تا استیج بره بالا و به زیر عدسی به عدسی شیعی ابجکتیو ما بچسبه بعد آرام آرام استیج رو به سمت پایین میاریم و از بالا نگاه میکنیم هر جا که تصویر برای ما واضح شد همونجا نگاه میداریم و خوب دقت میکنیم تا ببینیم ما به دنبال چه چیزی در زیر میکروسکوپ یا هستیم تصویر بعدی مایکروسکوپ های الکترونی هستش خب تصویر مایکروسکوپ الکترونی رو شما میبینید مایکروسکوپ الکترونی مایکروسکوپی هست که به راحتی و در همه جا در اختیار ما و شما قرار نمی گیرد بیشتر در مراکز تحقیقاتی و جاهایی که دانشمندان مختلف در حال تحقیقات و بررسی های علمی هستند ما این مایکروسکوپ ها را مشاهده می کنیم خب همونجور که در تصویر هم شما می بینید مایکروسکوپ الکترونی پیشرفته تر و پیچیده تر هستش خب این مایکروسکوپ ها که پیشتر برای شما بچه خوب گفتم قدرت بزرگ نمایی مایکروسکوپ این هست که تصویری را که ما زیر میکروسکوپ الکترونی میگذاریم تصویر 250 هزار مرتبه برای ما تصویر کلانتر و بزرگتر میکند. خب سوال پیش میاد دانشمندان چی موقع از کدام مایکروسکوپ استفاده میکردن؟ هر زمانی که میخواستن یک حجره رو نمای کلی حجره را ببینن و چند تا حجره رو بغل کنار هم دیگه بغل هم ببینن از مایکروسکوپ نوری استفاده میکنن ولی هر موقع که بخوان داخل حجره رو ببینن که انشاءالله در بیولوژی سالهای بعد داخل حجره رو بیشتر شما میخوانید و آشنا میشید داخل حجره رو با مایکروسکوپ های الکترونی برای ما نشان میدن و از مایکروسکوپ الکترونی استفاده میکنیم خب از ما گاهی وقتا در سر سنف هم که بودیم شاگردها از ما سوال میکردن که استاد ما میخوایم یک تار مو را در زیر مایکروسکوپ بگذاریم میشه ببینیم میشه مثلا یک کاغذ را بذاریم زیر مایکروسکوپ میشه ما یک تکه از لباس خود را در زیر مایکروسکوپ بگذاریم و مشاهده بکنیم در این مواقع ما برای بچه ها میگیم پس ما باید وقتی میخوایم یک نمونه ای را در زیر میکروسکوپ قرار بدیم باید اسلاید تهیه کنیم یا نمونه تهیه کنیم خب ما با تهیه نمونه آشنا میشیم آماده کردن نمونه یا سلاید کار چندان سختی نیست و وسایل چندان پیشرفته و مجهزی هم مورد نیاز نیست ما اگر به مایکروسکوپ دسترسی داشته باشیم میخوایم سلاید یا نمونه رو تهیه بکنیم نیاز به یک صفحه شیشه ای هست به نام سلاید و یک صفحه کوچکتر به نام کرسلاید هستش خب تهیه اسلاید یا نمونه رو ما در پای تخته برای شما شاگردای خوبم میکشم تا شما ببینیم بریشی که از یک نمونه زنده ما میزنیم ممکنه نیاز باشه چندین برش بزنیم پس ما احتیاج به یک چاقو چاقوی بسیار تیز داریم که نمونه خودمون را برش بزنیم مثلا یک ساقه یک علفه ساقه یک گیاهه میخوایم نمونه تهیه کنیم یک ظرف آب در پیش خود قرار میدیم به کمک چاقوی خود چاقوی تیز برش میزنیم قطع 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 آنقدر قطع های ما باید نازک باشد که وقتی در روی اسلاید قرار میگیرد ما کوری سلاید را که رویش گذاشتیم اسلاید و از هم دیگه فاصله نگیره اما سلاید و کوری چه ویژگی هایی دارد؟ یک صفحه مستطیلی شکل که کاملا صاف هست و بی هم هست سلایت نام دارد و یک صفحه مربع شیشه به نام کرسلایت یک برش رو ما در اینجا میگذاریم یعنی یک نمونه ای رو که ما برش زدیم در روی سلاید قرار میدیم و کور رو بر روی اون قرار میدیم اگر این دست من سلاید باشد و ما یک که گچ به نام به جای همون نمونه باشه کرسلاید اسلایدر که رویش بگذاریم اونقدر باید بریش ما و شما نازک باشه که به همدیگه بچسبه بعد این نمونه رو میشه زیر میکروسکوپ بگذاریم و ببینیم خب حالا شما میفهمید هیچ وقت من یه گجه نمیتونم در زیر مایکروسکوپ ببینم به خاطر از اینکه ما وقتی کور اسلایدر بر روی از ای میگذارم این فاصله دور میمونه از هم دیگه دیده نمیشه اسلاید و کور اسلاید شاید شما نیاز به کمک داشته باشیم که یک مربی یک استاد یا یک بزرگتر شما به شما کمک بکنه تا نمونه اسلاید خودتان تهیه کنید خب شاگردای خوب من شما میبینید که طریقه قرار دادن کرسلاید بر روی اسلاید را از یک طرف کرسلاید به روی اسلاید قرار میگیره و آرام آرام رها میشه چون اگر مستقیم بر روی اسلاید ما رها کنیم بین اسلاید و کرسلاید حباب هوا اونجا قرار میگیره و ما در زیر میکروسکوپ فقط هوا را میبینیم نمونه خودمان را مشاهده نمیکنیم پس از طریق قرار دادن کرسلاید به روی اسلاید از یک طرف است آرام آرام کرسلاید را به روی اسلاید ما رها میکنیم همینطوری که در تصویر میبینیم به آهستگی رها میشه. بعد از اینکه اسلاید ما آماده شد در زیر میکروسکوپ بر روی استیج قرار میگیره و ما از طریق عدسی کولر یا چشمی نمونه خودمون را مشاهده میکنیم شاگردای خوب فراموش نکنین منبع نوری ما حتما باید روشن شود یعنی میکروسکوپ ما که این میکروسکوپی که در اینجا میبینید با جریان برق کار میکند و باید حتما برق باشه تا ما تصویر یا نمونه رو مشاهده بکنیم خب شاگردای خوب اسلاید ما را به این صورت آماده میشه و ان در زیر میکروسکوپ ما مشاهده میکنیم خب عزیزان امیدوار هستم که از درس امروز ما لذت برده باشید و از مضمون بیولوژی خوشتان آمده باشد اما یک کارخانگی هم برای شما باید بیتیم که تا جلسه بعدی ان شما کارخانگی خودتان انجام بدهید و از طریق شماره ای که مجددا برای شما میخوانم، کار خانگی تانو برای ما ارسال بکنید و اگر کدام سوالی پیشنهادی یا کدام جایی از درس متوجه نشدید با ما به تماس باشید شماره ای که برای شما میخوانم عزیزان یاد داشت کنید دو سفر سد و و چار اما کار خانگی دو تا کار خانگی در اینجا برای شما میتیم یک اینکه شما یک تصویری از مایکروسکوپ را بکشید و عدسی اکولر چشمی عدسی شیعی ابجکتیو استیج و نمونه را برای ما مشخص بکنید که نمونه یا اسلاید ما در کجا قرار می گیره. و کار خانگی دومی شما این است که حجره ای را که رابرتوک از کارک مشاهده کرد نقاشی کنید برای ما رسامی کنید بکشید که این حجره به چه شکل هایی در زیر میکروسکوپ دیده شد خب عزیزان من خسته نباشید ان الله که تا جلسه بعدی سعی و سالم بمانید و کار خانگی خودتان انجام بدین و منتظر این باشید که باز هم ما از طریق رسانه مکتب هادی مهمان خانه های شما باشیم همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم خدا یار و نگهدار شما